همه ما تماشاچی هستیم. کانال تماشاچی رو در یوتیوب دنبال کنید. ساعتی پیش اتفاقی بی سابقه در جهان رخ داد. حتما شما هم تا حالا متوجه بخشی از این فاجعه شدید. واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام همه از دسترس خارج شدند و سرورهای اونا با اختلال جدی سخت افزاری و نرم افزاری مواجه شد. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. بسیاری از سیستم‌های اینترنتی بانک‌ها، صرافی‌های دیجیتال و موتورهای جستجوگر با اختلال و قطعی جدی روبرو شدند. اما منشأ این فاجعه بزرگ کجاست؟ قبل از پرداختن به این موضوع، کانال تماشاچی رو سابسکرایب کنید تا در جریان آخرین حواشی و اتفاقات روز ایران و جهان قرار بگیرید. برگردیم به دقایق اول قطعی اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ، جایی که به یک بار کاربران ارتباط خودشون رو از دست دادن. کاربران ایرانی در ابتدا تصور فیلتر شدن یا اختلال در ایران را حدس می‌زدند، اما ماجرا جدی‌تر از این حرفا بود. رویترز بلافاصله گزارش کرد که پسر بچه چینی 13 ساله عامل هک این سرورها بوده. واتساپ بیانیه داد و به کاربران توصیه کرد صبور باشند تا مشکل را حل کنند. اکانت فیسبوک هم در توییتر حمله سایبری و هک شدن را تکذیب کرد، که البته دروغ بودن اون برای همه کاملا مشخصه. این تکذیبیه فقط و فقط برای جلوگیری از ریزش 200 میلیون دلاری سهام فیسبوک بود، که البته این ریزش ادامه داره. آن چیزی که تا این لحظه مشخصه قطعیت حمله سایبری است، که حتی باعث شده اکثر حساب‌های بانکی آمریکا و اپراتورها به دلیل مسائل امنیتی قطع بشند. از طرفی این حملات به یک تیم هکری اوکراینی هم نسبت داده شده. اما اینکه حل این آسیب‌ها چقدر زمان می‌بره و واتساپ و اینستا چه زمانی دوباره وصل میشن رو در ادامه به شما خواهیم گفت. اما همکنون تمام اینترنت جهان به حالت آماده باش در اومده. سرورهای تلگرام به دلیل هجوم بی سابقه مردم جهان با اختلال جدی مواجه شده و کلاب هاوس هم در آستانه خارج شدن از دسترس. گفته میشه در این چند ساعت مشتری های میلیاردی زیادی برای خرید کلاب هاوس پیشنهاد دادن و کلاب هاوس هم اعلام کرده که کاربران خاطر جمع باشن که به هیچ عنوان این پلتفرم از دسترس خارج نمیشه. شاید شما هم برای پاسخ به این سوال اینجا هستید که بالاخره کی واتساپ و اینستاگرام وصل میشه. باید بهتون بگیم که برای شما خبرهای خوشی نداریم. آسیب‌های جدی که به بخش سخت افزاری سرورهای فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ که مشترک هستن ایجاد شده، شاید تا هفته ها طول بکشه. البته همکنون برخی از کشورهای معدود جهان دسترسی محدودی دارند، اما آسیب جدی به سرورها جبران طولانی مدتی داره. حتی هیچ تضمینی برای بازگشت اطلاعات واتساپتون نیست و شاید همکنون اطلاعات واتساپ شما توسط برخی از هکرها در فروشگاه‌ها موجود باشه. بله، خبر فروش اطلاعات چند میلیارد اکانت تایید شده. تلگرام هم در چند توییت به تمسخر امنیت و اپلیکیشن واتساپ پرداخته. فضای حاکم در شبکه‌های اجتماعی تجربه جدیدیه که شاید باید بپذیریم که تا مدتی نامعلوم این اپلیکیشن ها رو نخواهیم داشت. حمله گسترده سایبری که باعث شده حتی اینترنت و اپراتورهای کشور کانادا هم به طور کامل قطع شد. البته اپلیکیشن تلگرام و سیگنال همچنان در دسترسن، اما هجوم بالای کاربران اونا رو کمی کند کرده. اما ایرانی ها که طبق معمول با همه این اخبار شوخی می کنند، مطالب جالبی رو در تلگرام پخش کردند. برای مثال پخش این ویدیو که اشاره به هکر 13 ساله چینی داره. خب سلام، امروز منم که بهتون بگم من یک هکر هستم. البته نه هکری که همه رو هک کنه. کسایی که به من فوش میدن یا حرفایی بد میزنن اونا هک میشن. اونایی که با من مهربونن و حرفای بدی میزنن اونا هک نمیشن. پس از چیزی نگران نباشید، اصلا نگران نباشید. اونایی که اصلا به من قضاوت میکنن و حرف بد میزنن اونا هک میشن، ولی شماهایی که مهربونین هک نمیشید. نگران هیچی نباشید. خب تا ویدیوی بعدی که از هکریه، خدا نگهدار.
گفته میشه بازار ارزهای دیجیتال هم در پی این اتفاقات دچار اختلال شده. لحظاتی پیش هم کلاب هاوس اعلام کرد ظرفیت اتاقهایش رو از 8000 نفر به 10000 نفر افزایش داده. ظاهرا هیچ پلتفرمی به اندازه کلاب هاوس آمادگی این اتفاقات رو نداشته. شرکت ایرانسل ایران هم اعلام کرد فروش بسته های اینترنت در 2 ساعت گذشته رقم بی سابقه ای رو ثبت کرده. این به دلیل اون بوده که بعد از قطع شدن این اپلیکیشن ها کاربرا تصور کردن بسته های اینترنتشون تموم شده. فیسبوک همچنان تاکید میکنه حمله سایبری در کار نبوده، اما همین الان اطلاعات 1.5 میلیارد نفر با آدرس، شماره تلفن و مطالب شخصیشون در حال حاضر در اینترنت پخش شده. سهام بسیاری از شبکه‌های اجتماعی دیگر هم همکنون در حال ریزش. اما واتساپ بعد از تمسخر تلگرام واکنش نشون داد و در توییتی نوشت ما می‌دانیم که برخی از افراد در حال حاضر با واتساپ مشکل دارند. ممنون از صبوری شما. ما در تلاش هستیم تا همه چیز به حالت عادی برگرده و در اسرع وقت بروز رسانی را به اینجا ارسال میکنیم. اما خبری فوری داریم. از دقایقی قبل سرورهای واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام در بسیاری از نقاط جهان دچار مشکل شده. این اپلیکیشن ها میلیون ها کاربر دارن و الان هم در شبکه های اجتماعی بسیاری از اونها این رو نوشتن که با اختلال مواجه شده دسترسیشون. ممکنه شما هم یکی از این کاربران باشین و گفته شده که این اختلال رفع شد. نظر شما چیست؟ به نظر شما زندگی در چند روز آینده بدون اینستاگرام و واتساپ چه شکلی خواهد بود؟ خسته کننده یا لذت بخش؟ به نظر شما پشت تمام این حملات گسترده سایبری تاریخی چه تیم یا چه حکومتی است؟ نظرات خودتون رو در قسمت کامنت با ما مطرح کنید و کانال تماشاچی رو سابسکرایب کنید. ما تماشاچی هستیم. کانال تماشاچی رو در یوتیوب دنبال کنید. همه ما تماشاچی هستیم. کانال تماشاچی رو در یوتیوب دنبال کنید.